گلاسیا سلام، امروز براتون یکی دیگه از خفنای هالیوود آوردم، یعنی سکوت بره ها. در ادامه این فیلم چند نسخه دیگه هم ساخته میشه، یعنی هانیبال سال 2001، رد دراگون یا اجدای سرخ سال 2002 و هانیبال رایزینگ یا ظهور هانیبال محصول سال 2007. همه این فیلم‌ها به هم مربوطن، پس اگه میخوای کامل فهمیدشون از الان با من باشید و همشون رو با هم دیگه میبینیم. البته یه سری فیلم دیگه هم هست، مثل من هانتر سال 1986 و سریال هانیبال یا سریال کلاریس که همشون در ادامه این فیلم ساخته شدن و یا مربوط بهشن. پس حتما اگه علاقه داشتید خودتون میتونید اینا رو ببینید، من دیگه توی کانال نمیذارمشون. بریم برای دیدن فیلم، حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه. یه نکته همین که برای جلوگیری از کپی رایت یوتیوب یه جاهایی منو میبینید دیگه ببخشید. با شروع فیلم مامور اف بی آی به اسم کلاریس استالینگ رو میبینیم که تازه کارو یکی از مامورای بالا رتبه یعنی جک کرافورد اونو به دفترش صدا میکنه. کرافورد مسئول واحدی هست که به بررسی رفتارهای روانشناختی قاتلا میپردازه تا با استفاده از رفتارهای مشابه بتونه جلوشون رو بگیره. الانم قاتلی به اسم بوفالو بیل داره برای خودش آزاد میچرخه و کرافورد به کلاریس دستور میده برای این پرونده یه مصاحبه با یکی از مخوفترین قاتلای آمریکایی بکنه، یعنی دکتر هانیبال لکتر. هانیبال یکی از بهترین روانشناسای آمریکا بوده که مدت‌ها با پلیس همکاری میکرده، اما در آخر معلوم میشه خودش یه قاتل سریالی و حالا توی زندان روانی تحت مراقبت خیلی شدیده. کرافورد قبل شروع مأموریت کلاریس بهش میگه حواست باشه به هیچ وجه از زندگی شخصیت با اون صحبت نکنی، وگرنه با همین اطلاعات ذهنتو به بازی میگیره. سکانس بعد کلاریس رو میبینه که به تیمارستان بالتیمور، همون جایی که هانیبال نگهداری میشه، میره و اول از همه با مدیر این تیمارستان یعنی دکتر چیلتون آشنا میشه. دکتر چیلتون هم یه آدم خیلی رومخو، همون اول نه تنها قابلیت های کلاریس رو به عنوان یه تازه کار زیر سوال میگیره، بلکه کلی هم تیکه جنسی بهش میندازه و در آخر اونو به سلول هانیبال راهنمایی میکنه. تو راه هم بهش میگه این همه سال هانیبال اینجاست ولی هیچ وقت نتونستیم اونو تحت بررسی روانی قرار بدیم. شاید حالا که دختر هاتی مثل تو اومده بتونیم چیزی بفهمیم. در آخر هم بهش میگه خیلی مراقب خودت باش، چون یه مدت پیش هانیبال گفته قلبش درد میکنه و وقتی پرستار برای بررسیش اومده پرستار رو به شدت زخمی کرده و اونو گاز گرفته و یه قسمتی از صورتش رو خورده. کلاریس که میبینه مدیر تیمارستان خیلی از این طرف میترسه و بعدش میاد، میگه میخوام خودم تنها با هانیبال صحبت کنم، بهتره شما بیرون بمونی. بعد با یه استرس و ترس زیاد وارد راهروی مورد نظر میشه و بعد رد شدن از زندانیایی که کلی بهش تیکه میندازن و حرکات غیر اخلاقی میکنن به زندان هانیبال میرسه. مرد مرموزی که انگار از قبل منتظر کلاریس بوده و با خوشرویی نگاهش میکنه. انگار رفتار هانیبال از همه زندانیای دیگه بهتره، اما تنها کسی هم هست که حتی جلوی سلول شیشه گذاشتن تا یه موقع به کسی آسیب نزنه. هانیبال اول با کنایه به کلاریس میگه تو همکار کرافورد هستی و من اصلا نمیخوام باهات همکاری بکنم. کلاریس هم کارت خودش رو نشون میده و هانیبال میگه تو اصلا تازه کاری، خیلی مسخره است که اینجایی. کلاریس بازم نه عقب میکشه و نه میترسه و با اشاره به نقاشی جالبی که تو سلول هانیباله شروع به تعریف از کارش میکنه و اینطوری با هم حرف میزنن. اما همین که بحث سوالای اف بی آی راجع به پرونده بوفالو بیل رو وسط میکشه، هانیبال بازم شروع به مسخره کردنش میکنه و میگه تمایل به همکاری ندارم. به جای اینکه نظر خودش رو بگه، از کلاریس میپرسه به نظر خود تو اون قاتل سریالی یعنی بوفالو بیل چرا پوست کسایی که میکشه رو میکنه؟ کلاریس هم میگه به نظرم پوست اونا براش یه حالت جایزه و یادگاری از کاری که کرده دارن. هانیبال میگه ولی من هیچ وقت این کارو انجام نمیدادم. کلاریس میگه آره، اما تو به جای یادگاری قربانیاتو میخوردی. حالا میفهمیم مرد روانی چه خطرناک بوده و چه بلایی سر قربانیاش میآورده. حاضر جوابی کلاریس توجه هانیبال رو جلب میکنه و با گرفتن برگه سوالاتی که دختر آورده شروع به جواب دادنشون میکنه. با اینکه اول بیمیل بود، حالا هانیبال خوشحاله، چون اینطوری میتونه نظر خودش رو بیان کنه و به روایتی ذهن خودش رو به دنیا ببره. قبل تحویل برگه به کلاریس یه دفعه شروع به گفتن نظر خودش راجع به این مامور تازه کار میکنه. هانیبال که یه روانشناس خیلی خفن بوده، همه چیز از لهجه تا لباسا و مدل موی دختر رو بیان میکنه و با هر کدوم یه چیز مهم از زندگیشون میگه. کلاریس با شنیدن این حرفا، چون همشون درستن، خیلی هول میکنه و فقط میگه این کاراتو بهتره رو خودت انجام بدی. هانیبال بهش برمیخوره و اول که برگه رو تحویل میده یه رفعه میاد جلو که کلاریس هم خیلی میترسه. بعدم بهش میگه حواست باشه، آخرین کسی که میخواست روان منو بشناسه کسی بود که کلیاشو از تنش درآوردم و جلوش خوردم. کلاریس هم بیشتر میترسه و آروم آروم به سمت در خروجی میره که زندانی سلول کناری یه رفعه سر سمتش پرد میکنه. هانیبال با عصبانیت سر همسلولیش داد میزنه که اونم انگار خیلی میترسه و یه گوشه میشینه. بعدم دوباره کلاریس رو صدا میکنه و بهش به جمله میگه مافت، توی خودت بگرد. دخترم سریع از تیمارستان میره بیرون در حالی که دست و پاش میلرزه و خیلی ترسیده. یه خاطری از بچگیش یادش میاد که پدر پلیسش به خونه میاد و میدوه بغلش که اینطوری هم آروم میشه. سکانس بعد کلاریس رو میبینیم که داره توی پرونده های مرتبط با خود هانیبال سرک میشه، چون خیلی نسبت بهش کنجکاو شده. یه دفعه رئیسش یعنی مامور کرافورد بهش زنگ میزنه و میگه
میگه زندانی بغلی هانیبال زبون خودش با دندوناش بریده و بعد قورت دادنش خفه شده و مرده. مامورای تیمارستانم گفتن از روز قبل مرگ طرف هانیبال شروع به زمزمه کردن یه سری چیز براش کرده و اون باعث شده طرف خودشو بکشه. کلاریس هم وحشتی که داشت چند برابر میشه، اما به کرافورد نمیگه اون زندانی موقع مصاحبه روش پیشو پرت کرده. کلاریس فکر میکنه هانیبال این کارو به خاطر گرفتن انتقام خودش برای اون رفتاری که باهاش داده انجام داده. ولی کلمه مافت که هانیبال بهش گفته بود رو با جک به اشتراک میذاره. اونم لیست همه مراجعهای قبلی هانیبال برای وقتی که روانشناس بود رو میگرده. ولی هیچکس به این اسم پیدا نمیشه. کلاریس بهش میگه شاید بعد دنبال قسمت دیگه حرف که هانیبال زد باشیم. یعنی توی خودت بگرد. با یکم جستجو میفهمن یه انبار نزدیک محل قبلی زندگی هانیبال بوده به اسم یورسلف و سری تنهایی به اونجا میره. کلاریس و مسئول این انبار صحبت میکنه و اون بهش میگه خانومی به فامیلی مافت توی این انبار قسمت رو اجاره کرده و کلاریس خیلی خوشحال میشه. اون سری به انبار اجاره شده میره و اول یه مجسمه مانکن بدون سر پیدا میکنه. قسمت دیگه یه پارچه رو کنار میزنه و با دیدن یه سر بریده شده زیرش جیغ میکشه و میترسه. سری از اونجا میاد بیرون و بعد از تماس با پلیس به تیمارستان برمیگرده و دوباره به سلول هانیبال میره. بدون هیچ سلامی هانیبال شروع به صحبت میکنه و میگه سری که پیدا کردی برای یکی از بیماره قبلیم به اسم بنجامینه. من اونو کشتم، فقط سرشو نگه داشتم. بنجامین به خاطر آزمایش اون قاتل کشته شده. چراغای سلول تازه روشن میشن و میفهمیم به خاطر مرگ زندانی کناری و مقصر دونستن هانیبال همه نقاشی کشیده بود رو ازش گرفتن. یه تلویزیون هم جلوش روشن گذاشتن تا یه سری حرف از انجیل و این چیزا پخش کنه و هانیبال مجبور باشه بشنوه. اونم دیگه خسته شده از این زندان و میگه اگه منو بگی زندان توی FBI با یه ویو خوب ببری قول میدم باهاتون همکاری کنم بتونید بوفالو بیل رو خیلی زود دستگیر کنید. کلاریس هم میگه باید با رئیسم صحبت کنم و سکانس بعد دختری به اسم کاترین رو میبینیم. اون داره به خونه خودش میره که مردی رو در حال گذاشتن یه مبل توی عقب ماشینش میبینه. مرد ازش کمک میخواد. وقتی مبل رو داخل ون میذارن یه دفعه مرد بهش حمله میکنه و بعد بیهوش کردنش سایز لباس دختر رو چک میکنه. با دیدن شماره 14 که یعنی بدن دختر خیلی گنده است خیلی خوشحال میشه و با قیچی لباسش رو پاره میکنه و میندازه بیرون. روز بعدی کلاریس میبینه که به یه صحنه جرم اعزام میشه. رئیسش کرافورد هم میاد پیشش و بهش پرونده شخص کشته شده توی این صحنه جرم رو میده که معتقد یکی دیگه از قربانیای بوفالو بیله. همه قربانیای این قاتل سریالی دخترایین که به مدت 3 روز گم میشن. بعد جنازه‌شون پیدا میشه در حالی که کلی زخم شکنجه روی تنشون و قسمتی از پوستشون هم کنده شده. زخمایی که همگی بعد از مرگ قربانی روی تنشون ایجاد شده. همه جنازه‌ها هم توی رودخونه پیدا میشن و آب رودخونه همه آثار جرم رو پاک میکنه. کلاریس میگه با این چیزایی که مشخصه به نظرم قاتل تقریبا 30-40 ساله است و قطعا مرده. به این زودی هم قرار نیست کارشو تمام کنه و به نظرم میخواد یه کار وحشتناک اما به نظر خودش فوق‌العاده انجام بده. بعد همراه هم به یک مراسم خاکسپاری میلن که مربوط به قربانی دیگه ای از بوفالو بیله. وقتی میرسن کلانتر منطقه میخواد جزئیات پرونده رو برای کرافورد بگه، اما کرافورد جلوشو میگیره و میگه درست نیست جلوی این خانم حرفشو بزنی. کلاریس هم بهش برمیخوره اما چیزی نمیگه و خسته از نگاه جنسی مامورای دیگه پلیس خودش به اتاق دیگه میرسه و یار خاکسپاری پدر خودش میفته. بعد چند دقیقه کرافورد کلاریسو صدا میکنه و با هم به اتاقی که جنازه هست میلن و از دختر میخواد برداشت خودش از جنازه رو ضبط بکنه. کلاریس هم با اینکه به شدت حالش از دیدن جنازه بد شده شروع به ضبط نظرش میکنه. اول میگه ناخونای این دختر پر از خون و خاک شدن، پس یعنی میخواسته به زور خودش رو از یه دیوار بلند بالا بکشه و یعنی قاتل قربانیشو توی جای عمیق نگه میداره. بعد میگه یه چیزی توی گلوی دختر فرو رفته و وقتی بررسی میکنن میبینن پیله یه پروانه اونجا گیر کرده. در آخرم به سازمان برمیگردن در حالی که کرافورد متوجه ناراحتی کلاریس بابت رفتارش میشه و توضیح میده فقط به خاطر اینکه کلانتر و مامورش معذب شن از اونجا برن گفتم جلوی تو حرف نزنن. اینجا میفهمیم چقدر همه مردای سازمان زنتی زن و کلاریس هم به شدت این قضیه عصبانیه. به هر حال کلاریس جستجوی خودش شروع میکنه و متوجه میشه پیله پروانه که پیدا کردن یه حشره خیلی خاص و فقط توی آسیا پیدا میشه. همینجا توی اخبار تلویزیون هم میبینیم که دختر یکی از سناتورهای آمریکا گم شده. دختری به اسم کاترین که قبلتر دیدیم چجوری دزدیده شد. حالا همه میدونن قطعا کسی که دزدیدتش بوفالو بیل و فقط 3 روز وقت دارن و سناتور توی تلویزیون شروع به التماس کردن بابت جون دخترش به بوفالو بیل میکنه و میگه فقط برگردوندنش برای من کافیه. سکانس بعد کلاریس به تیمارستان برمیگرده تا راجع به چیزهای جدیدی که از بوفالو بیل پیدا شده با هانیبال صحبت کنه. اول از همه به هانیبال میگه من با سناتور راجع به درخواستت برای زندان با ویو خوب صحبت کردم و اون قبول کرده اگه کمک کنی این کارو انجام بده. هانیبال هم میگه اوکی کمکت میکنم اما به شرطی که تو هم یکم از زندگی خودت حرف بزنی. کلاریس هم بی‌توجه به اخطار زندانبان همون اول شروع به صحبت میکنه و میگه مادر من توی بچگی مرد، بابام توی 10 سالگی توی یکی از ماموریت‌هاش کشته شد و من یتیم موندم. نوبت
هانیبال میشه و میگه دختر این سناتور که دزدیده شده یه دختر با هیکل درشت و قد بلند بوده، درسته؟ کلاریس هم میگه همه قربانی بوفالو بیل اینطوری بودن. بعدم راجع به پیله‌ای که تو دهن قربانی آخر پیدا کردن حرف میزنه. همینطور میگه اون سر بریده شده‌ای که توی اون انبار پیدا کردیم هم مورد بررسی قرار دادیم و پیله پروانه دیگه‌ای هم تو دهن اون بوده. هانیبال میگه پیله پروانه یه نماده، نمادی از تغییر زندگی. بوفالو بیل هم دلش میخواد همچین تغییری بکنه. ولی قبل از اینکه ادامه این حرفشو بگه میگه حالا نوبت توئه. کلاریس هم دوباره حرف میزنه و میگه بعد یتیم شدن به خونه یکی از فامیلای مادرم رفتم و بعد 2 ماه از اونجا فرار کردم. حالا نوبت توئه و دوباره هانیبال حرف میزنه. اون میگه بوفالو بیل دلش میخواسته تغییر جنسیت بده، اما پزشکا پروندهشو قبول نکردن چون دلیلش برای تغییر جنسیت این بوده که از خودش هویتی که داره متنفره. اینجا برای اولین بار بوفالو بیل رو توی خونه خودش میبینیم. اون بالا یه چاه وایساده و با انداختن یه لوسیون بدن توی اون به کاترین که اونجا گیر کرده میگه به خودت لوسیون بزن تا پوستت سالم بمونه. با افتادن نور توی چاه دختر متوجه رد خون روی دیوارهاش میشه و با وحشت زیر گریه میزنه و التماس میکنه که آزادش کنه، اما بیل فقط اونو به مسخره کردن میگیره و باهاش مثل یه حیوان رفتار میکنه. وقتی هم از اتاقش میره بیرون اونو با رفتارهای زنونه میبینیم و میفهمیم علاقه خیلی زیادی به پوشیدن لباسهای زنونه داره. برمیگردیم به تیمارستان. هانیبال رو به یه صندلی بستن. رئیس بیمارستان دکتر چیلتون جلوش نشسته و میفهمیم تمام مکالمه آخر کلاریس با اونو ضبط کرده. دکتر چیلتون که حالا فهمیده چقدر پرونده بوفالو بیل مهمه به هانیبال میگه حرف که کلاریس برای بردنت به زندان خوب زده دروغ بود و اصلا نمیتونه این کارو بکنه، فقط میخواست ازت حرف بکشه، اما من با سناتور صحبت کردم، اگه بتونی اسم قاتلو بهم بگی میفرستیم توی زندان دیگه. این در حالیه که هانیبال با یه نگاه بیروح به خودکاری که روی میز خیره شده و هیچی نمیگه. بعد شنیدن پیشنهاد چیلتون بهش میگه لوئیس، ولی اگه میخوای بقیه حرفامو بدونی باید منو پیش سناتور ببری تا مستقیم به خودش بگم. سری همه چیز هماهنگ میشه و هانیبال با کلی سیستم امنیتی به شهر میره. بعد رسیدن به پاسگاه پلیس سناتور با نگرانی میاد طرفش. بعد اینکه یه بار خود سناتور قراری گذاشتن رو تایید میکنه هانیبال بهش میگه لوئیس فرند، این طرف دوست بنجامین بوده، همون کسی که سرش توی انبار نگه داشته بود. بنجامین لوئیس رو به من به عنوان یه فرد خطرناک معرفی کرده بود، اما وقتی که رفتم دنبالشون به اون انبار رسیدم متوجه شدم بنجامین رو کشته. خبرنگارا سعی میرسن و رئیس تیمارستان هم داره از این همه توجه به خودش لذت میبره که مامورا هانیبال رو به داخل پاسگاه پلیس میبرن تا زمان برگشتنش ازش محافظت کنن. این وسط کلاریس هم از شلوغی خبرنگارا استفاده میکنه و یواشکی میاد داخل تا با هانیبال حرف بزنه. هانیبال با دیدنش میگه دروغی گفتی خیلی حرکت نامردی بود. کلاریس هم بعد نشون دادن نقاشی هانیبال که با خودش آورده میگه تنها راهی بود که داشتم. اینم مطمئنم اسمی که به سناتور به عنوان قاتل دادی الکی بوده، چون مخفف حرفاش یه عنصر شیمیاییه که به عنوان طلای آدمای احمق شناخته میشه و فقط میخواستی از رئیس زندان انتقام بگیری. هانیبال هم قبول میکنه که اونا رو با این اسم بازی داده، اما در مورد بوفالو بیل واقعی میگه به نظرم اون آتش چیز خیلی مهم داره و میخواد یه چیز خوب بسازه. ولی میگه حالا نوبت توئه. کلاریس هم با استرس میگه تو رو خدا حرفتو تمام کن، وقت این چیزا نیست، اما در آخر مجبور میشه یه چیز از خودش بگه. کلاریس میگه موقع فرار از خونه فامیلمون صدای جیغ شنیدم. دنبال صدا رفتم و رسیدم به سلاخونه‌ای که چند تا بره داشتن توش جیغ میکشیدن چون از مردن وحشت داشتن. میخواستم همشون فراری بدن اما از جاشون تکون نمیخوردن و مجبور شدم یکیشونو بردارم و در برم. اما سنگین بود و نمیتونستم بودم، واسه همین آخر مچمو گرفتم و نه تنها خودمو برگردوندم به خونه، بلکه اون گوسفندی که میخواستم فراری بدم هم کشتن. حالا خیلی شبا صدای جیغ اون بره‌ها توی گوشم میاد و کابوس میبینم. هانیبال میگه اگه بتونی کاترینو نجات بدی صدای جیغ بره‌ها از بین میره. همین لحظه دکتر چیلتون و ماموراش سعی میرسن کلاریسو میبرن بیرون. هرچی کلاریس سعی میکنه ادامه حرفای هانیبالو بشنوه نمیتونه، اما قبل رفتنش هانیبال نسخه پرونده‌ای که دستش بود رو بهش میده و سر جاش میشینه. بعد از مدت دو تا مامور پلیس به اتاقی که هانیبال توشه میان و براش غذا میارن. قبل باز کردن سلول دستاشو با دستبند میبندن. بی خبر از اینکه هانیبال موقع خروج از تیمارستان خودکار رئیسو برداشته و با استفاده از فنر توی خودکار شروع به باز کردن دستبندش میکنه. یکی از مامورا میاد داخل و سینی غذا رو میذاره زمین که یه دفعه هانیبال همون دستبند رو بهش میبنده و با کوبیدن در مامور دیگر رو هم گیج میکنه. بعد شروع به گاز گرفتن مامور دوم میکنه و اونو زخمی ول میکنه و با حمله به ماموری که بسته بودش اونقدر با باتون بهش میزنه که میکشتش. حالا در کمال آرامش بدون هیچ استرسی چند لحظه توی آرامش میمونه و بعد دنبال مامور زخمی راه میفته. طبقه پایین پاسگاه پلیس مامورا صدای چند تا شلیک میشنون و با نگرانی به آسانسور نگاه میکنن. آسانسور به طبقه 5 میره و همه حالت آماده باش میگیرن. به سمت پایین حرکت میکنه، اما قبل رسیدن به همکف تو طبقه 3 متوقف میشه. یه تیم از پلیسا میره طبقه 3 که محل نگهداری هانیبال و با دیدن مامور کشته شده که حالا مثل یه فرشته با بدنی پاره آویزونه وحشت میکنن. مامور دیگه هم روی زمین افتاده که حالا کل صورتش خورده شده و هیچ چی ازش معلوم نیست، اما زنده مونده. سری نیروی کمکی میاد و مامور زخمی رو با آسانسور میبرن پایین.
وقتی میرسن یکی از پلیسا متوجه خون روی سقف آسانسور میشه و سری به نیروی ویژه میگه هانیبال فرار نکرده و روی سقف آسانسور ماست. آسانسور متوقف میشه و مامور زخمی رو خارج میکنن که به بیمارستان ببرن، در حالی که مامورای نیروی ویژه از طبقه بالا هانیبال رو روی سقف آسانسور میبینن. اون هیچ حرکتی نمیکنه و به پاش شلیک میکنن، اما بازم واکنشی نشون نمیده تا پلیسای دیگه دریچه سقف رو باز میکنن و با دیدن یه آدمی که هیچ پوستی روی صورتش نیست متعجب میشن. این در حالیه که آمبولانس در حال انتقال مامور زخمی هستش و متوجه میشیم اون کسی نیست جز هانیبال که پوست کنده شده اون مامور رو روی صورت خودش گذاشته. اینطوری میشه که این آدم روانی فرار میکنه. کلاریس میبینه که با شنیدن خبر فرار هانیبال خیلی میترسه، اما انگار مطمئنه که هیچ وقت قرار نیست اون مرد بهش آسیبی بزنه. کلاریس سعی میکنه با نشستن پای پرونده‌ای که از هانیبال پس گرفته دنبال یه سرنخ دیگه از بوفالو بیل بگره که دوستش هم کمکش میکنه و متوجه یه نکته مهم میشه که هانیبال براش جا گذاشته. هانیبال از محل دزده شدن قربانیا و قسمت بریده شده پوست هر کدوم یه الگوی مهم به دست آورده. این قضیه ایده به سر کلاریس میزنه و با آدرس اولین قربانی میره، دختری به اسم فردریکا. با گشتن خونه اون و دیدن لوازم خیاطی این دختر، کلاریس میفهمه بوفالو بیل از این لوازم خیاطی استفاده کرده و برای همین فردریکا اولین قربانیش بوده و در حال ساختن یه لباس از جنس پوست قربانیاش رو میخواد با پوشیدن اون مثل زنا بشه تا همون تغییر جنسیت که میخواست رو انجام بده. با فهمیدن این قضیه سریع به رئیسش کرافورد زنگ میزنه، اما اون بی توجه به اطلاعات کلاریس میگه ما اطلاعاتی که هانیبال داد رو گشتیم و تونستیم یه نفر رو پیدا کنیم، اسم این مرد جیمی و داریم به خونش حمله میکنیم. کلاریس میدونه این اطلاعات اشتباهه، واسه همین سراغ یکی از دوستای همون قربانی اول یعنی فردریکا میره و ازش میپرسه کسی به اسم جیمی میشناسی یا نه، که اونم میگه نه. کلاریس هم از شکش مطمئن میشه، اما دوست فردریکا یه سرنخ دیگه هم بهش میده و میگه فردریکا با یه خانومی کار خیاطی انجام میداد و آدرسشو بهش میده. دوباره بوفالو بیل رو توی خونش میبینیم، اون صدای ناله سگش رو میشنوه و یه دفعه میفهمه کاترین از توی چاه سگش رو به سمت خودش کشیده و حالا اونو گروگان گرفته تا بیل آزادش کنه. اون که عاشق سگشه با عصبانیت داد و بیداد میکنه و همین لحظه تیم پلیس رو میبینه که پشت خونه کمین میکنن. یه دفعه بیل صدای زنگ در خونش رو میشنوه و با عصبانیت میاد و بازش میکنه، اما پشت در به جای مامورای پلیس کلاریسه. این در حالیه که مامورای پلیس وارد خونه که پیدا کردن میشن و تازه میفهمن همه این سرنخا الکی بوده و هیچی اونجا نیست. کلاریس که هنوز نمیدونه طرف مقابلش یکی از بزرگترین قاتلای آمریکاست با خوشرویی صحبت میکنه و بوفالو بیل که حالا خودشو به اسم واقعیش یعنی جک گوردون معرفی میکنه اونو دعوت میکنه داخل. کلاریس میگه من دنبال خانومی که اینجا زندگی میکرده میگردم تا ازش راجب همکار قدیمیش فردریکا سوال کنم، و بوفالو بیل هم بهش میگه صبر کن تا شماره پسرشو برات بیارم. کلاریس با دیدن خونه درب و داغون میفهمه جای کار خراب، با دیدن پروانه‌ای که پیلش تو گلی قربانی پیدا شده بود مطمئن میشه به چه جای وحشتناکی اومده. سری تفنگشو روی بوفالو بیل میکشه، اما اون موفق میشه قبل شلیک کلاریس به زیر زمین فرار کنه. کلاریس میره دنبالش، با شنیدن صدای جیغ کاترین راهش به سمت اون میبره. بهش میرسه و هرچی به کاترین میگه اینقدر جیغ و داد نکن تا بوفالو رو پیدا کنم، کاترین بهش گوش نمیده. صحنه‌ای که قبلا کلاریس با همون بره تجربه کرده بود. گشتن خونه شروع میشه و کلاریس همه اتاقا رو با ترس و استرس میگرده که یه دفعه چراغای خونه کلا خاموش میشن. این در حالیه که بوفالو بیل عینک دید در شب داره، با گذاشتنش همه چیزو میبینه. کلاریس هیچ دیدی نداره و کورکورانه توی زیر زمین قدم میزنه. بیل به آرومی از پشت نزدیک میشه و تفنگش سمت کلاریس میگیره، اما وقتی میخواد ماشه رو بکشه تا شلیک بکنه، کلاریس صداشو میشنوه و زودتر از اون سمتش تیر میزنه. یکی از تیراش پنجره زیر زمین رو میشکنه و با اومدن نور توی اتاق جنازه بوفالو بیل رو میبینه که حالا روی زمین افتاده. چند روز بعد کلاریس رو میبینه که توی مراسم ترفیع میگیره و با خوشحالی از اونجا میاد بیرون. تلفنی زنگ میخوره و اونور خط کسی نیست جز هانیبال. هانیبال بهش تبریک میگه و ازش میخواد قول بده هیچ وقت دنبالش نیاد، چون خودش هم قول میده هیچ وقت دنبال کلاریس نره. کلاریس جوابی نمیده و موقع خداحافظی هانیبال میگه باید برم یکی از دوستای قدیمی رو بخورم و تلفن رو قطع میکنه. وقتی دکتر چیلتون رو همون نزدیک روستایی که هانیبال توش میبینیم میفهمه قربانی بعدی هانیبال کیه و فیلم به پایان میرسه. آقا سکوت بر راه فیلمایی که ادامهش اومدن بی‌نظیرن. یکی از بالاترین نمره‌ها رو توی هالیوود داره و کلاً باید ببینیدش تا بفهمید چقدر دیالوگای خفنی توش داره، جدا از بازیگری خفنی که توش از همه‌شون می‌بینیم. تازه قسمت‌های بعدی هیجان فیلم خیلی بیشتر میشه و صحنه‌های خیلی دارکی داره که حتما باید ببینیدش. خلاصه که لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.